فایل دوم نمایشگاه شرقی. امروز صبح از صدای نعره ناهنجاری از خواب پریدم. دیدم که همسفرهای اتاق ما به حالت وحشت زده آقای سنت الاقطاب را نگاه می کنن که شیشه پنجره ترن را پایین کشیده با پیراهن و زیر شلواری دست زیر چانه اش زده به جنگل نگاه می کند و با صدای نخراشیدهی ابو عطا می خواند. مرا که دید خندید و گفت صدای من به از این بود. سر زنم هوو آوردم. اونم از لجش سم بخوردم داد و صدایم گرفت. خدا بیامرزدش. پارسال عمرش را داد به شما. من گفتم از شما قبیح نیست که با این ریش و سبیل روبروی کفار آواز می خوانید. این موهای سرم را می بینید؟ از زور فکر و خیالات است. باد نزله آنها را سفید کرده. بالاخره به هزار زبان به او حالی کردم تا لباسش را بپوشد، چون یک ساعت دیگر وارد شهر برلین می شدیم. سنت الاقطاب از من خواهش کرد که به محض ورود به برلین او را ببرم بازار تا یک موش خرمایی برای دخترش سکینه سوغات بفرستد. بعد رفتیم به سراغ آقای سکان و شریعه که در سه اتاق دورتر با یخه باز، سینه پشمالود و سر تراشیده سیگار عبدالله می کشید و دودش را با تفنن به صورت پیرزن جهود لهستانی فوت می کرد. سکان الشریعه با علم اشاره با آن زن حرف می زد و هر دو آنها می خندیدند. به قدری سرش گرم بود که متوجه ما نشد. ما هم مزاحم آنها نشدیم. به سراغ آقایان تاج و اندلیب رفتیم، چون دیشب آقای تاج اظهار کسالت می کرد. در این وقت ترن با سرعت هرچه تمامتر از میان جنگل می گذشت. از راهرو لغزنده آن گذشتیم. آقای تاج و اندلیب در اتاقچه خودشان را بسته بودند تا نفس کفار در آنجا نفوذ نکند، چون این اتاقچه را به قیمت گزاف برای رؤسای بعثه اسلامی خلوت کرده بودند تا با کفار تماس نداشته باشند. وارد که شدیم آقای اندلیب با چشمهای خمار تریاک پارچه سفیدی دور کلهش بسته بود، انا انزلناه میخواند و به دور خودش فوت میکرد و هر تکانی که ترن میخورد میخواست روح از بدنش مفارقت بکند. میترسید مبادا کفار فهمیده باشند که چند نفر مسلمان در ترن هستند و از بدجنسی قطار را بشکنند و یا بیراهه ببرند برای اینکه مسلمانان را تلف بکنند. من را که دید گل از گلش شگفت و گفت قربانتان، دستم به دامنتان، ما در ولایت غریب هستیم، مبادا کفار به ما سم بخورانند. تمام شب را من سوره عنکبوت و آیت الکرسی خواندم تا از شر کفار محفوظ باشم. آقای تاج همونطور که با زیر شلواری و شب کلاه مشغول فوت کردن در سماور حلبی بود که در آن گل گاوزبان می جوشید از ما پرسید آقای سکان الشریعه کجاست؟ سنت گفت یک ضعیفه کافره را دارد به دین حنیف اسلام تبلیغ می کند. تاج: آفرین به شیر پاکی که خورده. خب چقدر مانده که برسیم؟ سنت: نیم ساعت دیگر ما در شهر برلین خواهیم بود. باید چمدانها را دم دست بگذاریم و رختهایمان را بپوشیم. اینجا دیگر فرنگستون است. اندلیب الاسلام: شهر برلین گفتید؟ من اسم این شهر را در کتاب المهالک المخاوف دیدم. مصنف آن کتاب از متبحرین بوده است. شرحی داده و خوب به خاطر دارم که میگوید اسم اصلی آن البرالین بوده، یعنی زمین لمین، زیرا که لینت می آورد، چون یکسره بر یاء ثقیل بوده اعلال شد. الف و لام را هم از اللین برداشتن تا اختصار شده باشد، پس الف و لام البر را هم حذف کردند، زیرا که اسم علم بوده، برلین شد و از کثرت استعمال به برلین گردید. احتمالاً اهالی آنجا عرب هستند و مسلمان بودند و شکم روش در آنجا شیوع دارد. تاج: فلواقع زبان عربی یک پارچه منطق است. به عقیده ضعیف به محض ورود به برلین باید یک نفر را مسلمان بکنیم و به همه بلاد اسلامی از جبال هندوکش گرفته تا اقصا بلاد جابلغا و جابلسا، جزیره وقواق، زنگبار و حبشه و سودان و همه ممالک اسلامی تلگراف بزنیم. اندلیب: اگر خودمان به سلامت رسیدیم. تاج:
بر پدرشان لعنت، حالا که خودمانیم آیا الاغ بهتر است یا این نمیدانم چه اسمی رویش بگذارم؟ ازش آب و آتش میریزد، سوت میزند، صدا میدهد، دود میکند، با آدم را 300 بار میکشد تا به مقصد برساند. این همان حمار دجال است. مرحوم ابوی از سامره تا خانقین را با یک الاغ مردنی رفت، اگرچه 6 مرتبه لختش کردند، اما به سلامت رسید. ما اینجا به جان خودمان اطمینان نداریم. اندلیب: آیا صندوق‌های لولهنگ و نعلین را در جای محفوظ گذاشتند که در مجاورت رطوبت کفار نباشد؟ سنت: الخشک و مع الخشک لا یتچسبک، نص صریح حدیث معتبر است. اندلیب: من نذر کردم که اگر سلامت رسیدیم به محض ورود یک گوسفند با دست خودم ذبح بکنم و به فقرا بدهم. آقای سنت، شما دقت بکنید به جای گوسفند به ما خوک نفروشند، چون هر چه بگویید از کفار برمی آید. تاج: من همه جانم آلوده است، عبایم نجس شده، به محض ورود استحمام خواهم کرد. اندلیب: راستی آقای تاج، دیشب با من چه کار داشتید؟ من از خجالت آب شدم، گمان کردم از کفارند، میخواهند اسم بد روی ما بگذارند. تاج: دیشب خواب والد احمد را میدیدم. در عمرم این اولین بار است که 1 هفته بدون زن هستم. حقیقت ما جهاد اکبر میکنیم، خودمان را فدایی دین مبین کرده ایم، در راه اسلام انتحار کردیم و شهید شدیم. آقای جرجیس، این مطالب را برای مجله المنجلاب یادداشت بکنید. من اگر مردم، مرا در آل زیا در شهر الباریس دفن بکنید و اسم مزارم را امامزاده التاج بگذارید تا زیارتگاه مسلمین بشود. راستی چه اجری در آن دنیا خواهم داشت تا بتواند جبران این همه صدمات و زحمات را بکند؟ من گمان می کنم برای رفع خستگی و دفع مضرت مسافرت بد نباشد که لد الورود هر کدام نفری 3 زن سیغه بکنیم. اندلیب: من دیشب خواب دیدم یک سید جلیل القدر نورانی، مثل مورد، زیر جامه سبز، زیر شلواری سبز، کیسه توتون سبز، شارب سبز، با دستکش سبز مبارک دستم را گرفت و برد و در باغی که پر بود از وحوش و طیور، از چرنده و پرنده و خزنده و دونده. از خواب که پریدم بوی عطر و عنبر مرا بیهوش کرد. تاج: عجیب عجیب، همین که رسیدیم من به کتاب تعبیر خواب دانیال نبی و یا تعبیرنامه حضرت یوسف رجوع خواهم کرد. در این وقت آقای سکان الشریعه وارد شد و گفت: اینجا که دیگر عربستان نیست، ما خودمان را که نباید گول بزنیم. شماها از بس که وسواس به خرج دادید نگذاشتید یک شکم سیر غذا بخوریم. من 3 قوطی از این گوشت‌هایی دارم که در جعبه حلبی است، از قراری که شنیدم مسلمانان آنها را پر می کنند. سنت: احتیاط اهوت است، من که لب نخواهم زد. اگر یک قطره شراب در دریا بیفتد، بعد از آن دریا را به خاک پر کنند، به طوری که تپهی به جای آن دریا بشود و بر سر آن تپه علف بروید و گله گوسفندی از آن تپه بگذرد و از آن علف بچرد، من از گوشت آن گوسفندها نمی خورم. اندلیب: غصه‌اش را نخورید، عوضش وارد شهر البرللین که شدیم یک دیگ بزرگ آش شعله قلمکار بار می‌گذاریم و همه شکم‌هایمان را از عزاد در می‌آوریم. در این وقت دورنمای شهر نمایان شد، بناهای بلند، باغ‌های سبز، واگن‌های برقی که در آمد و شد بودند و مردم شهر از آنجا دیده می‌شدند. در ایستگاه راه‌آهن مسافران به جنبش افتادند، هر کس چمدان خودش را سرکشی می‌کرد، دسته‌ای پیاده و گروهی سوار می‌شدند. بالاخره جمعیت بعثت الاسلامیه پس از پرداخت مبلغ هنگفتی به عنوان جریمه برای شکستن 3 شیشه از ترن و طبق اتاقچه آن و سوزانیدن نیمکت و غیره در ایستگاه فردریش اشتراسه پیاده شدند. بعد 4 صندوق نعلین و لولهنگ را هم با پرداخت گمرک گزاف تحویل گرفتیم. پس از آن صورت مهمانخانه های برلین را برای آقای تاج قرائت کردند و ایشان از میان آنها هتل هرمس را انتخاب کردند، چون اسم هرامس الهرامسه را در کتاب زندقه العتیقه خوانده بودند و این قرار نزدیکتر به
ابرانیون و اعراب بود. من هم برای اینکه در جریان گزارش آقایان باشم ناچار در همان مهمانخانه اتاق گرفتم. آقای سکان الشریعه ورقه اعتبار را به امضای آقایان تاج و اندلیب رسانید تا از بانک برای مدت اقامت در برلین مقداری از وجه آن را بگیرند. آقای تاج به وسیله مترجم از صاحب مهمانخانه پرسید که آیا زمین این مهمانخانه قصبی است یا نه. بعد از آنکه اطمینان حاصل کرد فرمان داد برایش حمام حاضر کند. در ضمن خطاب به جمعیت بعثت الاسلامیه کرده تذکر دادند که چون ما مظهر اسلام هستیم باید طوری رفتار کنیم که سرمشق کفار بشویم، به این معنی که به هیچ وجه به آب مهمانخانه دست نزنیم و برای استحمال خوراک، وضو و شستشو فقط از آب رودخانه که نزدیک مهمانخانه بود به کار ببریم. گرچه فضولات و مزبله شهر در آن ریخته می شد، اما چون روان بود شرعاً پاک خواهد بود. آقای تاج با آقای سنت که در فن دلاکی بی نظیر بود به حمام رفتند. هر کدام از آقایان اتاقی گرفته به سلیقه خودشان درست کردند. یعنی فرش و تخت خواب را جمع کرده گوشه اتاق گذاشتند و به جای آن یک تکه زیلو یا گلیم انداختند و یک جانماز و یک لولهنگ هم رویش گذاشتند. نیم ساعت گذشت که در مهمانخانه غوغای غریبی برپا شد. رئیس مهمانخانه به سرزنان ما را خبر کرد که از وقتی که آقای تاج حمام رفته آب حمام از طبقه سوم به دوم و از دوم به اول سرایت کرده، طوری که همه مشتریهایش شکایت کردند. ما دست جمعی رفتیم و در حمام را باز کردیم. آقای تاج با ریش و سر و ناخن حنا بسته روی زمین حمام نشسته بود و آقای سنت او را مشتمال می‌داد، در صورتی که از سر شکسته شیر آب لگن پر شده بود و بیرون می‌ریخت. آقای تاج اول پرخاش کرد که چرا چشم یکی از کفار به تن پشمالود ایشان افتاده و بعد خطاب کردند نقص حمام‌های کفار را مشاهده بکنید که تا چه اندازه است، سربینه ندارد و به تحقیق آب آن کر نیست. من همه جانم نجس اندر نجس شده است. بعد از آنکه آقای تاج با حال زار از حمام بیرون آمد، صاحب مهمانخانه صورت 800 مارک جهت خسارت وارد به حمام را آورد. آقای تاج از این قضیه برش افتند و خیلی اوقاتشان تلخ شد، به خصوص که آقای سکان الشریعه از وقتی که رفته بود پول را نیاورده بود و از قراری که شهرت داشت یک نفر او را با لباس فرنگی در سلمانی دیده بود که ریشش را تراشیده، بعد هم با همان پیرزن لهستانی که در راه آهن بود در چند قهوه خانه شهر دیده شده بودند. آقای تاج فرمودند اگر از میان ما کسی خیانت بکند نه تنها از طرف پلیس دستگیر و تعقیب می شود، نه تنها در آن دنیا روسیاه جهنمی و محشور شمر زلجوشن و همنشین عمر ابن خطاب خواهد بود، بلکه تمام ملل اسلامی از جبال هندوکش گرفته تا اقصی بلاد جابلغا و جابلسا و زنگبار و حبشه که بیش از 400 میلیون گوینده لا اله الا الله هستند او را گرفته به دار می آویزند. آقایان بعثت الاسلامیه ناچار از همان انبان پنیر گندیده و نان خشک و پیاز که با خودشان از بلاد اسلامی آورده بودند نهار خوردند. من از رستوران که برگشتم یک روزنامه خریدم. بالای روزنامه به خط درشت نوشته بود: ورود مهمانان گرامی، یک دسته از آرتیست های پولدار مشرق زمین امروز وارد برلین خواهند شد. داخل مهمانخانه که شدم هر کدام از آقایان مبلغین از دیگری میپرسید که در ولایت غربت چه به روزشان خواهد آمد. در شهر کسی را نمیشناختند که بتواند به آنها کمک بکند تا از بلاد اسلامی وجوهات برسد. آقای تاج فرمودند من گمان نمیکردم که آقای سکان الشریعه مؤلف کتاب زبدت و نجاسات که با وجود صغر سن از علوم معلوم و مجهول بهره کافی دارد و مدت 10 سال از عمر شریفش را در بلاد کفار به مباحثه و مجادله گذرانیده چنین حرکت ناشایستی از ایشان سر بزند. ممکن است کفار بلایی به سر او آورده باشند. در این صورت حکم جهاد صادر می کنیم و یا محتمل است که آن صیغه کافره را برده تبلیغ به دین حنیف بکند. اندلیب الاسلام، من سرم درد می کند
عقیده‌مندم که سماور حلبی را برداریم و برویم در شهر جای با صفایی را پیدا بکنیم و یک پیاله چای دم بکنیم و بخوریم. در ضمن شهر را هم سیاحت کرده باشیم. پیشنهاد آقای اندلیب به اکثریت آرا قبول شد، ولی آقای تاج صلاح دانستند که در مهمانخانه کشیک اشیای ایشان را بکشند تا کفار به آن دست نزنند. همین که 3 نفری از مهمانخانه بیرون رفتیم، گروه انبوهی به تماشای ما آمدند و در فردریش اشتراسه و اونتردن لیندن بر عده آنها افسوده شد، طوری که ما فرصت چای دم کردن را نکردیم. دخترها با سینه و بازوی لخت جلوی ما می آمدند، لبخند می زدند. آقای اندلیب عبا را روی عمامه‌شان می کشیدند، چشمهایشان را می بستند و استغفار می فرستادند. در این بین 2 نفر که به کلاهشان نشان داشت با یک مترجم پیش آقای اندلیب آمدند، اجازه خواستند و مترجم گفت: ما خیلی مفتخر و سرفرازیم که دسته ای از هنرمندان مشهور شرقی به دیدن پایتخت ما آمدند، لذا ما موقع را مغتنم شمرده مقدم آنها را تبریک می‌گوییم. چنان که مسبوق هستید، کمپانی فیلم برداری اوفا که از بزرگترین کارخانه های دنیاست در نظر دارد فیلم امیر ارسلان و حسین کرد و سیره انتر را بردارد. از این رو رئیس کمپانی ورود مهمانان عزیز را غنیمت شمرده، از آقایان خواهشمند است دعوتش را اجابت نموده و در فیلم های نامبرده شرکت بکنند. برای انجام مراسم قرارداد و ملاقات همکاران عزیزش، رئیس کمپانی فردا ساعت 10 در دفتر خود منتظر است. آقای سنت: آقای مترجم، مخصوصا به رئیس خودتان بگویید که من در بازی ید طولایی دارم و در تعزیه ها رول نعش را بازی می کردم. وقتی که روی لنگی در خوابیده بودم و مرا دور می گردانند، 7 قرآن در میان، همه گمان می کردند که من مردم. آقای اندلیب: چه می گوید؟ آیا از کفار می خواهند به دین حنیف اسلام مشرف بشوند؟ مترجم: خیر قربان، کمپانی اوفا از شما دعوت کرده. اندلیب: گمان می کنم مجلس ختم است یا کسی مرده. مترجم: چون فرمایشات سرکار در لفافه است و درست نمی فهمیم، بهترین است که فردا در مهمانخانه شرفیاب بشویم. همین که آنها رفتن، چند قدم دورتر نماینده سیرک معروف برلین، سیرکوس بوش، ما را جلوبر کرد، ولی چون مترجم نداشت نتوانست مطالب خودش را حالی آقایان بکند. او هم آدرس مهمانخانه را گرفت و رفت تا فردا داخل مذاکره بشود. چند نفر از عکاس‌های معروف به حالت‌های گوناگون از ما عکس برداشتند. از طرف دیگر دسته زیادی زن و مرد دور ما را گرفته بود و کارت پستال خودمان را می‌دادند تا زیرش به رسم یادگار امضا بکنیم. اما به واسطه ندانستن زبان بیشتر اسباب حیرت طرفین می‌شد. در این میان آقای سنت موقع را برای لاس زدن با دختران غنیمت دانست و از 3 تا صیغه موعود 2 تایش را انتخاب کرد. وقتی که خسته و وامانده به مهمانخانه برگشتیم، جمعیت زیادی از پلیس، مخبر روزنامه و مردم متفرقه دور مهمانخانه بودند. اول سراغ آقای سکانال شریعه را گرفتیم. صاحب مهمانخانه گفت که از قرار اطلاع پلیس با هواپیما مسافرت کرده، اما پیش آمد بدتری رخ داد. وارد اتاق آقای تاج که شدیم، دیدیم ایشان در حال اغما پای منقل وافور خشکش زده است، در حالی که 3 نفر پلیس همه گره بسته ها و لباس و زیر شلواری او را بازرسی می کردن. این دفعه به جریمه تنها هم اکتفا نمی کردن و حضور همه جمعیت بعثت الاسلامیه در عدلیه لازم بود. هرچه میانجگری شد که آقای تاج ناخوش بود و نمی دانست و عادت به تریاک داشته، به خرج آنها نمی رفت. آقای تاج می فرمودن: نگویید نمی دانسته، بگویید آمده مردم را به دین حنیف اسلام دعوت بکند. مردی که کافر نجس چه حق دارد با من بلند حرف بزند؟ به او حالی بکنید که من رئیس بعثت الاسلامیه هستم و پشت سر ما از جبال هندوکش گرفته تا جزایر وقواق 500,000,000,000 مسلمان گوینده لا اله الا الله است و یک اشاره من کافی است که همه مسلمانان شما را با سیخ وافور تکه تکه بکنند. اگر هم رشوه میخواهد، بگو در شرع مبین اسلام به غیر از برای علما، برای سایرین رشوه حرام است.
وانگهی آقای سکانر شریعت از آن وقتی که رفته هنوز پولها را نیاورده. آقای اندلی با سنت که دیدن هوا پس است به طرف در برگشتند، ولی در این بین دو نفر با کلاه و نشان مخصوص جلوی آنها را گرفتند و مترجم اینطور گفت: آقایان محترم، من مفتخرم که از طرف رئیس سوگارتن باغ وحش برلین به شما سلام برسانم. میدانید که کوس شهرت شما در همه آفاق پیچیده است. سنت: از جبال هندوکش گرفته تا اقصی نقاط بلاد جابلغا و جابلسا و جزیره. مترجم: بلی بلی صحیح است. به همین مناسبت آقای رئیس باغوش با مناسبت ورود شما یک نمایشگاه شرقی در این باغ فراهم کرده و چشم به راه قدوم مهمانان عزیز است و از آقایان خواهش عاجزانه دارد که اگر برای همیشه هم نخواسته باشند، اقلن چند روز به قدوم خود ایشان را سرفراز کرده و در باغ مهمانیشان را بپذیرید. میدانید که وسایل آسایش آقایان از هر حیث فراهم است و هر شرطی که بکنند به روی چشم قبول می شود. آقای اندلیب: باغ دارد؟ مترجم: بلی، باغ معروف، لابد شنیده اید. باغ اندلیب: باغ سبز پر از وحوش و طیور، از چرنده، پرنده، خزنده، دونده. بگویید ببینیم سید قبا سبز هم دارد؟ مترجم: سبز قبا هم دارد. اندلیب: من خوابش را در ترن دیده بودم، می آیم. آقای اندلیب و سنت دعوت رئیس باغ وحش را اجابت کردند و در اتومبیل نشسته و رفتند. نیم ساعت بعد هم آقای تاج را به نظمیه بردند. در این صورت تا اینجا مأموریت من انجام یافت و جمعیت بعثت الاسلامی پراکنده شدند. فردا با تلگراف از مدیر مجله المنجلاب کسب اجازه خواهم کرد که آیا باز هم باید گزارش آقایان را بنگارم و یا به مأموریت دیگری بروم. شب از نزدیک باغ وحش که می‌گذشتم دیدم با خط سرخ بالای در آن روشن می‌شد: نمایشگاه شرقی، البرلین فی 22 ذی قعده الحرام 1346، الجرجیس یافس ابن اسحق الیسوعی. نوشگاه میسه. دو سال و نیم از قضیه بعثت الاسلامی گذشت. بعد از آنکه جمعیت در برلین از هم پراکنده شد، من به سمت مخبر مخصوص مجله المنجلاب به پاریس انتقال یافتم و در این مدت هیچ اطلاعی راجع به آنها به دست نیاوردم و اسمشان را هم نشنیدم. اما پیش آمدی برایم رخ داد که ناگزیرم شرح آن را ضمیمه یادداشت‌های مسافرتم بکنم، زیرا به منزله متمم حکایت جمعیت بعثت الاسلامیه به شمار می آید و شرح آن به قرار زیر است. دیشب ساعت 11 از سینما برگشتم. در یکی از کوچه های محله مونمارتر وارد میکده کوچکی شدم. در آنجا یک نفر ساز دستی میزد و دیگری بانجو و تنها زن و مردی به آهنگ جاوا میرقصیدند. نزدیک من سه نفر از داش‌های تمام عیار کنار میز بازی میکردند. یکی از آنها سیامس بود و پی در پی مشت روی میز میزد و میگفت: یک گیلاس دیگر. پیش خدمت گیلاس‌های خالی را میبرد و گیلاس‌های پر به جای آنها میگذاشت. نعلبکی‌های مشروب که روی هم چیده شده بود مانند برج بابل از کنار میز بالا می‌رفت. یکی از آنها گفت: 10 دقیقه دیگر بیزینس شروع می‌شود، من می‌روم. رفیقش پرسید: راستی رژیمی؟ حالا کاروبارت سکه است یا نه؟ رژیمی: پریشب 360 فرانک مکس زیر لامپی بلند کردم. اما چه کاری؟ یک شب نشد که دو بعد از نصف شب بخوابم. دیشب همهش در خواب میگفتم: یک بانکو 200 لوئی، آقایان خانم ها بازی کنید. زنم مرا بیدار کرد، به خیالش هزیان میگویم. سومی گفت: باز هم کار تو. بعد از یک هفته دوندگی پریشب بود که سوزی مرا قال گذاشت. بعد یک تیکه دیگر پیدا کردم، یک خرپول مسی را گیر آوردم و بعد از 2 ساعت چانه زدم فقط 25 فرانک نیزه زدم. پول مشروبم نمیشد. من اگر شبی یک بطری ورموت نزنم از تشنگی میمیرم. رژیمی: من هم اگر نرخصم خوابم نمیبرد. خب جوب، تو چیزی نمیگویی؟ معلوم میشود تو دماغت چاقتر از ماست. حالا امشب هم طلبت، فردا شب حسابمان را پاک میکنیم. دو نفرشان بلند شدند و گفتند: پروفسور سنت الاقطاب، خدا حافظ، و رفتند. این اسم را که از دهن این لاتهای کاسکت به سر شنیدم از جا جستم. دقت کردم، دیدم این همان دلاک بعثت الاسلامیه و پروفسور علمی فقهیات است که اینجا نشسته به زبان داشهای پاریس حرف می زند و روبرویش یک دسته نعلبکی کود شده.
چشمهایم را مالیدم. او هم متوجه من شد. خودش را انداخت بغلم، ماچ و بوسه کرد و گفت: شما هم اینجا؟ من با تعجب روی میز او را نگاه کردم که قالیچه سبز رنگ پهن بود، یک دسته ورق روی آن و یک گیلاس ورموت هم کنارش. سنت دوستانه به پشتم زد و گفت: عیبی ندارد، اگر ما را توی ترن آنجور دیدی برای مصلحت روزگار بود، اما ورق برگشت و روزگار ما را به اینجا کشاند. من عقلم از سرم داشت می پرید. برای اینکه مطمئن بشوم پرسیدم: آخر برای سکینه دخترتان موشخرمایی فرستادید؟ سنت گفت: امسال برای سکینه و والدش پیراهن کش پلاش فرستادم تا دم شط العرب آبتنی کنند. خب باد نزله چطور است که توی ترن از دستش می نالیدید؟ بگویید آلبومین یا مرزغند، ما دیگر فرنگی ماب و متمدن شده ایم. این همان مرزغند موروسی است. چطور؟ موروسی دیگر، چون پدر بزرگم دکان قنادی داشت، گروز قندی می فروخت. رفقایت کجا هستند؟ راستی اینها که با من بودن نشناختی؟ یکی از آنها اندلی بولستان بود، اینجا اسم خودش را جان گذاشته. با آن یکی که لباس سیاه پوشیده بود آقای تاج المتکلمین بودند، اینجا به او جیمی میگویند. من هم به اسم جوب معروف هستم. پس آقای سکان و شریع کجاست؟ آقای سکان و شریع مؤلف کتاب معروف زبدت و نجاسات را میگویی که در علوم معلوم و مشهور سرآمد روزگار است؟ تا یک ماه پیش اگر پشت گوشمان را دیدیم او را دیدیم. پولهای بعثت الاسلامیه را زد به جیب و دک شد و رفت آنجا که عرب نیندازد. این هم یک فندش بود. میان خودمان باشد، نامردی کرد، چون وقتی این جنگولک بازی ها را در آوردیم با هم قرار و مدار گذاشتیم پولها را چهار نفری بالا بکشیم. او سهم ما را هم قاچاق شد و حالا به این حرفها گوشش بدهکار نیست. میدانی چه کار است؟ دربان فلیبرجر شده. یادت هست وقتی که آقای تاج گفت همه تئاترها را خراب میکنیم و جایش روزه میخوانیم، آقای سکان چه دست پاچه شد؟ میگفت فلیبرجر را به دست من بسپارید. من نمیدانستم فلیبرجر چیست، اما حالا دربانش شده و نانش توی روغن است. قسمت را تماشا کنید دیگر چه میشود کرد. خب آخرش کسی را مسلمان کردید؟ سنت خندید: چرا، یک نفر را. و از آن وقت به بعد من پشت دستم را داغ کردم که دیگر از این ناپرهیزی ها نکنم. چطور؟ روزی که راه افتادیم هیچ کدام از ما به قدر من فکر کار خودش نبود، چون مرا آورده بودن که کفار را ختنه بکنم. من گنجشک را به سه زبان یاد گرفتم، به روسی وارابی، به آلمانی اشپرلینگ، به فرانسه موانو. میدانی چرا؟ چون در موقع ختنه باید گفت گنجشک پرید که تا بچه متوجه گنجشک بشود پوستش را ببرند. ببینید من تا کجایش را خوانده بودم. خب لغت پرید را دیگر لازم نداشتم یاد بگیرم، با دست اشاره می کردم یا می گفتم پر. اما از شما چه پنهان، از این سه لغت هیچ کدام به درد نخورد. چطور؟ یک روز آقای تاج به طمع آنکه دوباره موقوفات را زنده بکند پایش را توی کفش کرد که هر طور شده باید یک نفر از کفار را مسلمان بکنیم و دست جمعی با او عکس برداریم و به بلاد اسلامی بفرستیم. پارسال بود، زیر پل رودخانه سن یک نفر گدا گیر آوردیم، به او 2000 فرانک وعده دادیم تا بگذارد ختنش بکنیم. اولش میترسید، بالاخره راضی شد. از شما چه پنهان، هرچه معلوماتم را به رخش کشیدم و به سه زبان گنجشک را برایش گفتم حالیش نشد، چون اصلا ایتالیایی بود. بعد هم رفت شکایت کرد که مرا از توالد و تناسل انداختن. محکوم شدیم و هرچه پول برای من باقی بود روی ختنه سران او گذاشتیم. رفقایت چه میکنن؟ جان، نه، اندلی بولستام یادتان هست در برلین چشمش که به زنها می افتاد به هم می گذاشت و استغفار می فرستاد و ما زیر بازویش را می گرفتیم و کورمال راه می رفت. خب اینجا دلالی می کند، دلال محبت است و گاهی هم دست چربش را به سر کچل ما می کشد. کاروبارش بد نیست. پریروز خندید و گفت ما هم قسمت همان دلالی بود. در سامره که بودیم صیغه 24 ساعته می کردیم، اینجا صیغه نیم ساعته برای مردم میکنیم. آن 23 ساعت و نیم دیگرش را هم برای این است که در اینجا به وقتی بیشتر اهمیت میدهند تا در بلاد اسلامی. شوخی میکنی؟
خدا پدرت را بیامرزد، مگر یادت رفته من میگفتم اگر یک قطره شراب در دریا بیفتد بعد دریا را به خاک پر کنند، به طوری که تپه‌ای به جای آن بشود و به سر آن تپه علف بروید و گله گوسفندی از آن علف بچرد، من از گوشت هیچ یک از آن گوسفندان نمیخورم. اما حالا اشاره به گیلاس مشروب. این آقای عندلیب الاسلام بود که میگفت اگر نرخصم شب خوابم نمیبرد؟ نه، این آقای تاج بود. یادتان هست چه عربی بلغور میکرد؟ همش میگفت الخمر و المیسر. پارسال پول خوبی از جمعیت مسلمین بالا کشید، همش قمار کرد، حالا خودش را راضی کرده که بازی دیگران را تماشا بکند. در فانتازیو مستخدم میز قمار است، تابستان به کازینو دویل میرود. کارش این است که نمره ها را میخواند و پول ها را با کفکیرک جلو میکشد. یک زن فرنگی هم گرفته، اگر سر غذایش گوشت خوک نباشد قهر میکند. شما چطور به پاریس آمدید؟ پول از کجا آوردید؟ به، آقای مخبر محترم مجله منجلاب، پس شما از کجا خبر دارید؟ مگر نمیدانی ما دعوت رئیس باغ سوگارتن را پذیرفتیم؟ چون دستمان از همه جا کوتاه شده بود و به هیچ عرب و عجمی بند نبود، دو سه ماهی نانمان توی روغن بود. یک دستگاه امارت به ما دادن، نه یک قصر بود با روزی 25 مارک و هر کداممان به اضافه خوراک و پوشاک. در باغ از همه جور جانورهای روی زمین که خیالش را بکنید از چرنده و پرنده و خزنده بود. شبها آقای تاج دعا میخواند و به در و دیوار فوت میکرد که مبادا این جانوران بیایند ما را بخورند. روز اول که ببر را دید غش کرد. آقای تاج مگر به جرم کشیدن تریاک حبس نبود؟ رئیس باغ وحش حبس او را خرید و التزام داد که دیگر تریاک نکشد. او را هم آوردند پیش ما. جای شما خالی خیلی خوش گذشت. دخترها مثل پنجه آفتاب می آمدند به تماشای ما. من دوتا از آنها را بلند کردم. کارمان هم این بود که زن و مرد می شدیم، صیغه می کردیم، طلاق می دادیم، روزه می خواندیم. مردم هم می خندیدند، برای من دست می زدند. در روزنامه ها عکس ما را چاپ می کردند. از شما چه پنهان، عکس من که چاپ شد در بلاد اسلامی گمان کردند که ما جدا مشغول تبلیغات هستیم و کارمان بالا گرفت. برای تشویق ما از چهار گوشه دنیا مسلمین مثل ریگ برایمان اعانه و پول میفرستادند. بعد فکر خوبی برایم آمد. به رئیس باغ گفتم 4 صندوق لولهنگ و نعلین را که به جای وثیقه در مهمانخانه گذاشته بودیم تحویل بگیرد. او هم همین کار را کرد و آنها را دانه 12 مارک به مردم فروختیم. در هر صورت چه درد سرتان بدهم؟ پولها که جمع شد هرچه باشد آخوند آخوندزاده بودیم. طمعمان غالب شد، گفتیم برویم پاریس هم نمایش بدهیم، پول در بیاوریم. اما توی دلمان به این فرنگی های احمق میخندیدیم. کاری که شغل و کاسبی روزانه ما بود آنها را به خنده میانداخت. من به تاج گفتم خبر بدهیم هرچی سید گشنه و آخوند شپشو و عرب موشخار هست بیاورند اینجا تا به نوایی برسند. او صلاح ندید، گفت آن وقت دکان خودمان کساد می شود. باری آمدیم پاریس، یک خورده این در و آن در زدیم، اعلانهای من را به این و آن نشان دادیم. اما دیگر بخت من برگشت، هرچی در آنجا در آورده بودیم اینجا خرج کردیم. وقتی نمی آورد نمی آورد. بعد هم آمدیم یک نفر را مسلمان بکنیم که کلی جریمه شدیم. حال هم این حال و روزمان است. شما که خودتان اعتقاد به اسلام نداشتید، پس چرا انقدر سنگش را به سینه می زدید؟ ای پدر، تو هم خیلی رندی. نمی دانستی که ما همه من جنگ زرگری می کردیم و 4 نفری دست به یکی شدیم تا موقوفات را بالا بکشیم و کشیدیم. آخر مذهب، آخر اسلام. مذهب چی؟ مگر به جز چاپیدن و آدم کشیست؟ همه قوانین آن برای یک وجب جلوی آدم و یک وجب عقب آدم وضع شده. یادت رفت قتل آیموت مرام اسلام را چطور شرط داده که یا مسلمان بشوید و از روی کتاب زبدت و نجاسات عمل کنید و یا می کشیمتان و یا خراج بدهید. این تمام منطق اسلام است، یعنی شمشیر برنده و کاسه گدایی. اخلاق و فلسفه و بهشت و دوزخ، آن را هم یادت هست که تاج چه میگفت؟ که در آن دنیا به مرد مسلمان فرشته ای میدهند که پایش در مشرق سرش در مغرب است، به اضافه 70,000 شتر و قصری که 70,000 اتاق دارد. من حاضرم اعمال شاقه بکنم و به من این فرشته را ندهند که نمیتوانم سر و تهش را جمع کنم. آن قصر را هم اگر روزی یک اتاقش را جارو بزنم تازه در آن دنیا جاروکش می شوم. و اگر بنا بشود
به 70,000 شتر رسیدگی بکنم، در دنیای دیگر شتر چران خواهم شد، در صورتی که همه خانمهای خوشگل و دخترهای اروپایی در دوزخ هستند و اگر ماهیت اشخاص عوض شود پس آنها ربطی به این دنیا ندارند و مسئول کردار و رفتار سابق خود نخواهند بود. مگر این همه فلاسفه و علمای اروپایی در متن اسلام کتاب ننوشتند؟ آنها را چه میگویی؟ آن هم برای سیاست استعماری است. این کتاب ها دستوری است که برای داشتن ما شرقی ها تألیف می کنند تا بهتر سوار ما بشوند. کدام زر، کدام افیون بهتر از فلسفه قضا و قدر و قسمت؟ جهودها و مسلمانان مردم را بی‌حس و بی‌ذوق و بد اخلاق می کند. یک نگاه به نقشه جغرافیایی بینداز، همه ملل اسلامی تو سرخور، بدبخت، جاسوس، دست نشانده و مزدور هستند. ملل استعماری برای به دست آوردن دل آنها یا تفرق انداختن بین هند و مسلمان به نویسنده های طماع و زرپرست وجه نقد می دهند تا این ترهات را بنویسند. آیا منکر تمدن اسلامی هم می شوی؟ کدام تمدن؟ تمدن غرب را می خواهی؟ کتاب شیخ تمساح آثار الاسلام فی سواحل النهار را بخوان که همش از شیر شتر و پشکل شتر و عباب و کباب و سوسمار نوشته است. باقی دیگرش را هم ملل مقهور از پستی خودشان ساخته و پرداخته و به دوم عرب ها بستند. چرا همین که ممالک متمدن عرب را راندند، دوباره رجوع به اصل کرد و با چپیگالش دنبال سوسمار دوید؟ پس این همه نمازاب کشیدن، این همه عوام فریبی برای چه بود؟ مگر ما نباید نان بخوریم؟ این کاسبی ماست، دکان ماست که مردم را خر بکنیم. مرحوم ابوی خدا بیامرز از آن آخوندهای بیدین بود، همیشه به ترکی میگفت ای مسلمان گارداش، سنن ایاغن هارا چاته که پخچ خاتماده. یک روز یک شیشه گلابی را به 2 روپیه به یک ضعیفه زوار فروخت و گفت سر آن را محکم نگه دار تا همزادت در نرود. من گفتم ای بابا تو دیگر چرا؟ جواب داد این مردم جن دارند، اگر من جن آنها را نگیرم یکی دیگر میگیرد. پس تا مردم خرند ما هم سوارشان میشویم. همینقدر باید خدا را شکر بکنیم که همه من زرنگ بودیم و توانستیم گلیم خودمان را از آب در بیاوریم، وگرنه تبلیغ اسلام را کرده بودیم حالا هر کدام توی یک مریضخانه خوابیده بودیم و پشت گردنمان هم یک مشمع خردل چسبیده بود. راستی حالا شما چه کاره هستید؟ من دیدم پولها دارد به ته می کشد. آمدم با ضعیفه صاحب این میکده شریک شدم. اسم اینجا را هم عوض کردم. شیشه را نشان داد و رویش نوشته بود میسربار. میسر یعنی چه؟ این را به یادگار همان آیه های تاج درست کردم که همیشه می گفت الخمر و المیسر. خودش که قمارباز شد، من هم میفروش. میسر یعنی شراب؟ خود تاج هم معنیش را نمی دانست. آمد از من پرسید در هر صورت هر کلمه از قرآن 300,000 معنی دارد، بگذارید این هم یکیش باشد. بعد رویش را کرد به موزیکچیان و گفت یک تانگو خوب به افتخار رفیقمان بزنید و دستور داد یک گیلاس شراب بوژوله برای ما آوردند که به سلامتی کاروان اسلام نوشیدیم. به تحقیق جهاد اسلام اینطور تمام شد. الباریس فی 12 اکتبر 1930، تهیه شده در مجله اینترنتی آوای بوف.